سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تیوی. با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این دفعه در مورد بیوگرافی جالب و شنیدنی از ایرج خواجه امیری و اکبر گلپایگانی، معروف به گلپا. پس با ما همراه باشید. پیشاپیش مرسی از اینکه پایین همین ویدیو عضو کانال ما میشید و با زدن دکمه زنگوله از ویدیوهای جدید ما هم مطلع میشید. همچنین با لایکتون از فعالیت‌ها و کارامون حمایت میکنید. ایرج خواجه امیری، متولد 11 دی 1311 در اصفهان، فارغ التحصیل لیسانس رشته علوم نظامی از دانشکده افسریه. صداش از معدود صداهای شیشتونگیه که تجربه دو تا زندگی زناشویی هم داره. نام اصلیش حسین خواجه امیری، متولد شهر خالدآباد نطنز از توابع استان اصفهانه. پدر بزرگش حاج ملا میرزا از خواننده های زمان ناصرالدین شاه بوده. پدرش آقای نعمت الله هم صدای خوشی داشت و ردیف میدانست. حسین از کودکی در مراسم تعزیه خانی شرکت میکرد و از اونجا نزد تعزیه خانانی که ردیف و دستگاه میدونستند شروع به یادگیری آواز کرد. سپس بعد از پایان تحصیلات ابتدایی در 12 سالگی به تهران رفت، تا اینکه در 15 سالگی توسط مجید وفادار به استاد ابوالحسن صبا معرفی شد. بعد از 2 سال حضور در کلاس‌های موسیقی ابوالحسن صبا، در 17 سالگی به رادیو ایران رفت. سپس همزمان با ارکستر ابراهیم خان منصوری وارد همکاری شد. سال 1329 در 18 سالگی وارد دانشکده افسری شد. او علاوه بر حضور در برنامه‌های موسیقی ارتش، در ارکسترهای مختلف موسیقی حضور داشت، اما به خاطر محدودیت این نهاد نظامی نمی‌توانست از نام اصلی خودش استفاده بکنه و به همین خاطر نام هنری ایرج را برگزید. ایرج در ادامه تا سال 1335 در ارکسترهای مختلفی حضور داشت، تا اینکه سال 1336 وقتی 25 ساله بود به دعوت داوود پیرنیا وارد برنامه گلها شد. اولین فیلمی که آقای خواجه امیری در آن ترانه خواند فیلم روزنه امید در سال 1338 بود و عمده شهرت او نیز در میان عوام به خاطر همین کار شکل گرفت. خوانندگی برای فردین، منوچهر وثوق و رضا بیک‌امام‌وردی خیلی زود و مورد توجه قرار داد، تا اینکه انقلاب اسلامی فرا رسید. ایرج بعد از انقلاب ترجیح داد در کشور بمونه. او بعدها از دهه 70 تا 80 تونست بیش از 10 آلبوم به بازار عرضه بکنه، اما دیگه اون شور و شوق سابق رو توی ایرج نمیدیدیم. استاد ایرج خواجه امیری 2 بار ازدواج کرده. ایشان از همسر اول خود، خانم توران سولت‌تاش، صاحب 3 فرزند به نام‌های همایون، هومن و حال است. از همسر دوم خود، خانم فرزانه امیمی نژاد، هم احسان و الیکا رو داره. احسان خواجه امیری حالا یکی از خوانندگان به نام پاپ و الیکا نیز یکی از نوازندگان برجسته کشوره. استاد خواجه امیری بعد از 20 سال 1 فروردین 1398 در شهر استانبول ترکیه و سالن مجلل گراند پراتکسیم کنسرتی برگزار کرد که با استقبال خوبی هم مواجه شد. اما نظر دیگر خوانندگان عرصه سنتی در مورد استاد خواجه امیری، سالار عقیلی. سالار عقیلی میگه در طول فعالیتم در حوزه موسیقی همواره به استاد ایرج و صدای او که همچنان در 87 سالگی پر صلابت غبطه خوردم. همواره فکر میکنم که اگر من هم بتونم در این سن همچون استاد بخوانم بسیار خوشحال خواهم شد. اما مرحوم محمد رضا شجریان، صدای ایرج در تاریخ آوازخوانی ما یک متر و معیاره و هر کس بخواد در بالاترین حد حنجره صدایی رو مثال بزنه میگه صدا شبیه صدای ایرجه. یکی از خاطر انگیزترین ترانه های استاد آهنگ معنی پرندمه که بارها با صدای خواننده های مختلف بازخوانی شده، اما اصل آن یک حال و هوای خاص داره. اکبر گلپایگانی، ملقب به گلپا. اکبر گلپایگانی متولد 10 بهمن 1312 در تهرانه. دیپلم رشته نقشه برداری، از دانشکده افسری ترک تحصیل کرد و مدتی کارشناس بانک مسکن بود. او حالا به استاد گلپا، برجسته ترین خواننده اصیل، شهرت داره. پدر و پدر بزرگش از خواننده های خوب عرصه موسیقی ایران بودند. 4 برادر به نام های عباس، حسن، محمد، محمود و 1 خواهر به نام مریم داره. علاقش به موسیقی از دوم دبستان به سبب هنرمندان زیادی که به منزلشون رفت آمد می‌کردن شروع شد. سپس به مدرسه نظام رفت و با نورعلی خان برومند، استاد موسیقی و ردیفدان آشنا شد. روزی در باغ یکی از شعرا در مقابل سفیر ایتالیا قطعه ترکی خوند که همونجا با پیشنهاد داوود پیرنیا به برنامه رادیو گلها دعوت شد و 17 سال در این برنامه اجرای موسیقی داشت. او در فروردین 1338 در اولین اجرای برنامه رادیو گلها
شعری رو بدون ساز خوند و خود رو به عنوان خواننده جوانی ناشناس معرفی کرد. سپس چند روز بعد با آهنگی از یا حقی به شدت طرفدار پیدا کرد. برای تحصیلات ابتدا به دانشکده افسری رفت، اما علاقه ای نداشت و از دانشگاه بیرون اومد. سپس در دانشکده نقشه‌برداری پذیرفته شد. به این مدتی بعد به عنوان کارشناس رهنی بانک مسکن مشغول به کار شد و خانه ها رو قیمت گذاری میکرد. اکبر گلپایگانی، ملقب به گلپا، در سال 1346 وقتی 34 ساله بود با دختری 17 ساله به نام گلرخ گرایلی ازدواج کرد. این دو در یک مهمانی خانوادگی با هم آشنا شدند و به صورت سنتی هم ازدواج کردند. گلپا و همسرش دو تا فرزند به نام ساقی و ساغر دارند. ساقی متأهل و فوق تخصص قلب داره و در آمریکا زندگی میکنه. ساغر هم متأهل و دکترای ریاضیات داره و در فرانسه بورس تحصیلیشو میگذرونه. استاد گلپا در سال 1348 در رادیو یک داستانی 7 قسمتی بازی کرد و در سال 50 هم در فیلم هنجر طلایی ایفای نقش کرد. او از آن پس لقب گلپا و هنجر طلایی ایران رو از آن خود کرد. میگه 5 دکترا از مجامع معتبر موسیقی دارم، اما همواره تأکید کردم که من را دکتر خطاب نکنید. من گلپا هستم و به گلپا بودن خودم افتخار میکنم. گلپا میگه بسیاری از کسانی که مردم با اون خاطره دارن از شاگردان من بودن. خانم هایده، محسی، چند سالی من به اونا آموزش آواز دادم. گلپا در سال 1340 به همراه فرهنگ شریف در دانشگاه UCLA کالیفرنیا به تدریس موسیقی ایرانی پرداخت و همان سال کنسرت های متعددی در هلند و لندن نیز اجرا کرد. بعد از انقلاب 57 از اجرای موسیقی و فعالیت هنری منع شد. خودش میگه اگه اراده کنم در آمریکا میخونم و اونقدر پول به پا میریزن که گویی دلار از شیر سماور بریزه. در یکی از برنامه‌های کنسرتم که آمریکا بود، ابراهیم تاتیسس خواننده ترکیه‌ای برای تماشای برنامه اومده بود که او را به روی سن دعوت کردیم و اجرای مشترکی هم با هم انجام دادیم. میگه هر وقت ناراحت باشم و عصبانی باشم میشینم و یه ساز سولوی پرویز یا حقی، فرهنگ شریف، جلیل شهناز یا حسن کسمایی رو گوش میکنم و سرشار از سرخوشی و نشاط میشم. استاد گلپا در حال حاضر به خاطر منع شدن از خوانندگی بیشتر فعالیتش رو در خونه میگذرونه و به اون شکل در عرصه هنر و موسیقی فعالیت نداره. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظرات خودتون رو راجع به این دو هنرمند دوست داشتنی و عزیز کشورمون پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت بکنید.